آخرین پیامبر کیست؟ آیا هنوز هم پیامبری می آید؟ من محقق دینی هستم و دینهای مختلفی رو امتحان کردم و به موضوع دین علاقه‌مندم. تو این ویدیو میخوام به موضوع آخرین پیامبر بپردازم. میخوام بدون اینکه از خودم چیزی بگم فقط از دینهای قبلی که تا به حال اومده و نبوت پیامبران قبلی مثل نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بیام با استفاده از اونا به این موضوع بپردازم. اگر دینها رو از ابتدا و از اولین پیامبران تا به امروز بررسی کنیم میبینیم که هر کدوم از پیامبران نبوت‌هایی داشتن و این نبوت‌ها گاهی وقتا به صورت انجام اعمالی هم بوده. به طور مثال میبینیم که ابراهیم پسرش رو میره قربانی میکنه یا موسی قومش رو از یک جایی به یه جای دیگه میبره. و اگه این نبوت‌ها رو بیاییم از اولین پیامبر تا به امروز بیاییم بررسیش کنیم و بهشون بپردازیم میبینیم که بعضی از این نبوت‌ها که یک بار در زندگی یکی از پیامبران اتفاق افتاده در زندگی پیامبران بعدی هم همونا اتفاق افتاده. حالا من میخوام به چند تا از اینا به طور مثال بپردازم. یکی از این نبوت‌ها اون داستانی هست که در مورد ابراهیم و پسرش اسحاق هست و ابراهیم از طرف خود دستور میگه که پسر خودش رو قربانی کنه، اما وقتی که به قربانگاه میره خداوند بهش دستور میده که پسرش رو قربانی نکنه و به جای اون یک گوسفند رو قربانی کنه. این داستان قربانی شدن در زندگی مسیح اتفاق افتاده، یعنی همونطوری که ابراهیم از میخواست پسرش رو قربانی کنه، مسیح به عنوان یک قربانی زنده و سالم، یعنی یک قربانی بی عیب و نقص پاک، روی صلیب میره و کشته میشه و میگه که هر کسی به من ایمان بیاره و اینکه من قربانی شدم برای گناهان ایمانداران، هر کسی که به من ایمان بیاره اون گناهانش بخشیده میشه و پاک میشه. پس توی این موضوع میبینیم که نبوتی که در زندگی ابراهیم اتفاق افتاده بود تو زندگی مسیح کامل میشه، یعنی تحقق بخشیده میشه و یک نفر قربانی میشه برای انسانهای دیگه. خب حالا در داستان زندگی حضرت موسی میخوایم یه موضوع دیگر رو بررسی کنیم. وقتی که موسی قومش رو از مصر به سمت فلسطین و یا همون اسرائیل میاره، توی بیابان قوم حضرت موسی دچار ناسپاسی میشن، دچار بی اطاعتی از خداوند میشن و خداوند مارهایی رو به سمت اونا میفرسته و وقتی که این مارها مردم رو نیش میزنه، مردم میرن پیش موسی و میگن ما چیکار کنیم که مارها که حمله کردن به ما رو نیش نزنن و مارها ما رو رها کنن. و حضرت موسی از خداوند مسئلت میکنه و خداوندش میگه که یک مار برنجین درست کن و روی یک چوب قرار بده و هر کسی که بیاد به اون مار نگاه کنه از اون نیش مارها در دچار آسیب نمیشه و زنده میمونه و اون کسایی که به این مار نگاه نمیکنن هلاک میشن. و هر کسی که میخواسته که مثلا مارها اون نیش نزنن یا اونایی که نیششون زده بودن میخواستن نمیرن، میرن به این مار نگاه میکردن و شفا پیدا میکردن. تو داستان زندگی مسیح ما میبینیم که مسیح بر روی صلیب میره و میگه که هر کسی نگاهش به سمت من باشه، یعنی تو زندگیش به من نگاه کنه و من به الگوی خودش سرمش خودش قرار بده و به من ایمان بیاره و به نام من دعا کنه و از من طلب بخشش کنه، راه سعادت رو پیدا میکنه و اون از مار نجات پیدا میکنه. و این مار نماد چیه؟ مار نماد شیطانه و اون نبوتی که در داستان حضرت موسی میبینیم در زندگی حضرت مسیح کامل میشه. یه داستان دیگر هم میخوام بررسی کنم و اون داستان حضرت یونس هست که حضرت یونس چند روز رو در شکم یک کوسه ماهی زندگی میکنه و کوسه ماهی اونو میخوره و اون میاد تو بدن کوسه ماهی و از بدن کوسه ماهی میاد بیرون. همین اتفاق تو زندگی حضرت مسیح هم افتاده، یعنی حضرت مسیح کشته میشه بر روی صلیب و بعد اونو در یک قبری که شبیه یک غار بوده میذارن و سنگی جلوی اون غار میذارن و در اونو میبندن و این دقیقا شبیه این هست که حضرت یونس به شکم یک کوسه رفت و بعد از چند روز دوباره از اون اومد بیرون و زنده شد و حضرت مسیح هم در دل غار مدفون شد
و 3 روز در اونجا مرده بود و حیات نداشت، ولی بعد از 3 روز دوباره حیات به اون برگشت و اون زنده شد و دوباره از قبر بیرون آمد و دوباره با یارانش دیدار کرد. و اینو تو زندگی مسیح هم میبینی. این دقیقا همون نبوتی هست که خداوند در زندگی یونس به ما نشون داده و اینجا در زندگی حضرت مسیح هم دوباره همین نبوت رو میبینیم و همین اتفاق میفته و این اتفاق کامل میشه. یعنی یه جورایی میشه گفت که نبوت در زندگی پیامبران گذشته همه اونا تو زندگی مسیح هم اتفاق افتاده و مسیح همه نبوت ها رو کامل کرده. و مسیح خودش گفته که من راه و راستی هستم و هر کسی که میخواد خدا پدر رو بشناسه و حقیقت رو پیدا کنه بیاد زندگی من رو ببینه و میاد به من اعتقاد داشته باشه و از من طلب بخشش کنه. پس حالا اینجا این سوال پیش میاد، حالا که همه این نبوت ها در زندگی مسیح تحقق پیدا کرده، ما چه نیازی به یک پیامبر دیگری داریم؟ ما چه نیازی داریم وقتی که یک نجات دهنده برای ما به عنوان مسیح اومده و نبوت پیامبران گذشته رو تحقق داده؟ ما چه نیازی داریم که دوباره یک پیامبر دیگه بیاد و دوباره نبوت جدیدی رو برای ما بیاره؟ فکر میکنم اون سوال اوله ویدیو رو من اینجا جواب دادم با این داستان. ولی اگه بازم فکر میکنیم که سوالی تو ذهنتون هست و این قضیه براتون روشن نیست، میتونید توی کامنت ها برای من بنویسین سوالتون و نظرتون بگید. موضوع دیگری که هست اینه که اگر آخرین پیامبری داشته باشیم، این با وجود پیامبران تبلیغی تناقض داره. ما همیشه پیامبر تبلیغی خواهیم داشت، پس ما نمیتونیم آخرین پیامبر داشته باشیم. موضوع دیگه این هست که مگه جوامع امروزی پیشرفته نشده و کلی پیچیدگی به وجود نیومده؟ پس ادعای آخرین پیامبر بودن عاقلانه نیست، چون جوامع تازه و مدرن خیلی متفاوتن با اون جوامع قدیمی و آخرین پیامبر رو نمیپذیرن. در آخر هم میخوام چند تا آیه از کتاب مقدس، از کتاب انجیل براتون بخونم تا اگه دوست دارین با مسیحیت آشنا بشین، کتاب‌های انجیل یوحنا یا متا یا انجیل‌های دیگر رو پیدا کنیم که ما داریم و از اونا بخونیم. میگه که زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاودان در خداوند ما عیسی مسیح است. رومیان فصل 6 آیه 23. و همچنین میگه که او عیسی خود کفاره گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیست. اول یوحنا فصل 2. و همچنین میگه که اما به همه کسانی که او عیسی را پذیرفتند، این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12. خب ازتون تشکر میکنم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. من علی فرنگر هستم و این شبکه میستریز و شبکه منو سابسکرایب کنید. از اینجا میتونید این 2 تا دیگه از ویدیوهای من رو که اینجا براتون گذاشتم رو ببینید و ویدیو بعدی باشه که تماشا میکنید. خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.